منوچهر، به نظر تو آدم یه دنده چرا یه دنده است؟ منظورت از دنده چیه؟ دنده، آدم یه دنده. نشنیدی میگن فلانی یه دنده است؟ چرا؟ خب، حالا بگو آدم یه دنده چرا یه دنده است؟ احتمالاً به خاطر اینکه اون آدم با منطقش معتقده که مرغ یه پا داره. آفرین، پیداش کردم. چی رو؟ ممنونم که گفتی پا. من نگفتم پا. چرا؟ تو گفتی مرغ یه پا داره. خب. آخه میدونی من یه ضرب المثل واسه آدمای یه دنده ساخته بودم که فراموش کرده بودم. حالا تو با گفتن کلمه پا اونو یادم انداختی. حالا اون ضرب المثل چیه؟ ضرب المثل من میگه آدم یه دنده چهار تا پاشو میکنه توی یه کفش. آدم که چهار تا پا نداره. درسته، به جاش منطق داره. خب حالا بگو کی چهار تا پا داره؟ چهار تا پا مال کسیه که منطق نداره، مال چهارپایانه. آفرین. ولی من مطمئنم من یکی شامل این ضرب المثل نمیشم. چطور؟ چون همین جوریش با زبون شما و منطق شما جفت پاهای من قلمه. چه برسی که من چهار تا پا داشته باشم که بخوام بکنم توی یک کفش. میگم امروز دیگه نرو سر کار. این دفعه دیگه چرا؟ چون باد میاد. خب باد بیا. آخه زیاد باد میاد. خب زیاد باد بیا. آخه وقتی زیاد باد میاد ممکنه یه اتفاقی بیفته. چه اتفاقی؟ مثلا ممکنه باد ببرتت. بخند. وقتی یه چیزی شکست افتاد رو سرت، یه شاخه چیزی، اون وقت بازم بخند. نترسیم پدر، جا خالی میدم. دیگه چی؟ دیگه هیچی عزیزم. برو به سلامت. خدافظ. راستی مینو، یادت باشه این موقع باد نبرتت. نترسین مادر، من یه لنگر دارم، اگه باد شدید شد اونو میندازم. ببین یه چیز دیگه، مواظب باش که دماوندم آتش فشانی نکنه. رو خط زلزله هم راه نرو. برین خودتونو مسخره کنین با این لنگر انداختنا و متلک های بیمزتون. خدا شرق دور در دست نیرون به زور، از روم تا رنگ رنگ دائم نیرون توی جنگ. آی گوزفن چیر پلنگ، اردک جوجه مارنگ، نیرون زدت زنگ اما خورده یه پلنگ. جاش روی پشت بومه، چیف جاش روی همومه، بیافته کی میخنده جناب آلی و منده. وقتی میخندی خیلی من کیف میکنم سنکا. ببینم چه کتابی میخونی؟ دایرة المعارف. چی نوشته؟ نوشته شما به سال 68 مرحوم شدین. به جای مسخره بازی برو رختا رو از روی طناب جمع بکن. مگه نمیبینی بارون داری میاد؟ این نویسنده هم مثل که خیلی آدم بازوقی بوده. ببینم کتابش فکاهیه؟ نه خیر، دایرة المعارفه، یعنی همه چیزش واقعیه و قبلا اتفاق افتاده. اما من زنده‌ام مگه نه؟ درسته. ها، بس ثابت میشه اینجا تمام کتابای دنیا همش دروغه. شما با این منطقتون ریاضی رو هم زیر سوال بردیم. اینا رو که درست گفتم، مگه میشه این مساویس با سی باشه؟ نگاه کن، نرون مساویس با سنکا، یعنی من با تو مساوی. شما از نظر روانشناسی در موقعیت بدی هستید. بده ببینم کتابو. جناب استاد بگو ببینم من الان در چه وضعیتی هستم. شما در سه وضعیت به سر میبرید. یا میخواین معقول و موجه جلوه کنین، یا از اقرار به اشتباه میترسین، یا به خاطر فرار از عذاب وجدان سفسطه میکنین. بیا بیا اینجا ببین توی کتاب چی نمیشه سنکا. برو. اوه موظف باش. اینجا چی نمیشه؟ نوشته شما در سال 62 منو
اخراج میکنیم. آه جالبه نه؟ حالت گرفته شده؟ حالا برو سلمونی. خب حالا من میگم سنکا، تو در چه وضعیتی به سر میبری؟ بلند شو برو اونجا بایستا. بلند شو بایستا اونجا. ببینم تو هنوز اعتقاد داری به این کتاب؟ بله، دایره المعارفه. از نظر علمی الان به تو اثبات میکنم که دروغه. بگو ببینم ما در چه سالی هستیم؟ سال 60. سال 60. تو این کتاب نوشته که سنکا در سال 62 اخراجه. ولی سنکا این غلطه. تو همین الان اخراجی. نه. نه. دیدی این دروغه؟ نه. خواهش. برو یه کاری دیگه برای خودت پیدا بکن. سری. زمننم اصلا دنبال ریاضی نرو، چون اصلا استعدادشون نداری. برو. نه ولی من اونم نمیتونه برات کاری کنه. برو سنکا، برو. گفتم برو. قربان یه چیزی بگم؟ نه نه ولی بگو. این کتاب دروغه. آفرین سنکا، آفرین. خب دیگه چی؟ از نظر روانشناسی من در سه وضعیت هستم. ها بگو بگو. یا خودمو معقول و موجه جلوه میدم، یا از اقرار به اشتباه میترسم. ببینم به من سه تا میگی، بعد به خود دو تا. یا برای فرار از عذاب وجدان سفسطه میکنم. آفرین سنکا، آفرین. سنکا تو استخدام شدی، به تبریک میگم، چون از منطق سر در آوردی. آفرین. ببینم چرو بایستدی؟ چی کار باز بکنم؟ برو سر کاره، بیا منو باد بزن. بود که علکی آدم نمیده به کسی، بادم بزن. مادر عزیزم. آی منوچهر. نیما، نیما، اینم یه ضبط صوت سیدی داره برای برادر باهوشم. بودو بیا بازش کن. اخجون. این چیه؟ اینم که خودم بازش کردم، یه تلفن همراه برای پدر مهربونم. مینا خیلی عالیه، تو واقعا اینقدر حقوق میگیری؟ من فکر میکردم که شغل خوبی داشته باشی و درآمد خوبی داشته باشی، اما نه دیگه اینقدر. مادر جون عصر حاضر برای فکر پول میدن نه بازو. هرچی بیشتر فکر کنی، هرچی بیشتر فکرت نوتر باشه، خلاقتر باشی، بیشتر پول میگیری. وای راسته که نیما رو استخدام کردی؟ نیما. آره چی؟ من آبدارچی نیمه وقتشم و تحصیل داره تمام وقتش، حقوقم ماهی 150,000 تومن.
راست میگه مینا؟ معلوم که راست میگه. خب بچه رو منو استخدام نمی کنی؟ مادر شما رئیس من و نیما هستین، هم شما هم پدر. پدر که رئیس همه ماست. چیزی شده پدر؟ نه فقط داشتم فکر میکردم که من که طرز کار اینو بلد نیستم. کاری نداره که، من بهتون یاد میدم، خیلی ساده است. میگن این مایکروفرا سرطانزاست. خب پس چون مایکروفرا سرطانزاست مینا نباید بره سر کار. من خیلی ازت ممنونم که این تلفن رو برای من گرفتی، ولی آخه این که به من نمیاد، مال از ما بهترونه. من خیلی دوست داشتم که شما یه تلفن همراه داشته باشین. آخه میگن تلفن همراه برای حافظه خوب نیست. خب پس چون تلفن همراه برای حافظه خوب نیست مینا نباید بره سر کار، تازه ممکنه باد ببرتش. شامم دیر شد. راستی رو چه گوش خریدی؟ نه یادم رفت، فردا میخرم. فلان خوب چیزی ها. آره ما امشب میاییم تئاتر. نه بابا حرف منو که گوش نمیده. صد دفعه بهش گفتم که این ماشین رو ببر تعمیرگاه. آره الان باید صحبت میکنم. خداحافظ. رابین ماشین رو بردی تعمیرگاه؟ تعمیرگاه الان بسته است مایان. نون چی؟ نون خریدی؟ نون وای این صد نونه خوب پخت نمی کنه. با صابخونه صحبت کردی؟ اون طفل الان خوابه. رابین که خوابه. رابین! بل ماریا اصلا برای چی زنده ای؟ واسه چی زندگی میکنی؟ میشه سوال تو یه بار تکرار کنی؟ پرسیدم اصلا واسه چی زنده ای؟ برای چی زندگی میکنی؟ ماریا سوال تو خیلی فلسفی بود و من برای این جواب ندارم. در ضمن سوال تو اصلا ربطی به سوال قبلی نداشت. ببین من اصلا فکر میکنم تو داری برای فرار از واقعیت حتی خودتو هم گول میزنی. ببین رابین تو برای نون خریدنم حتی بهانه میاری. نه من اصلا از هیچ چیز فرار کنم. شلوغش نکن. چرا فرار میکنی؟
میدونی چرا هیچکی حوصله‌تو نداره؟ چرا تنها موندی؟ آلا برای اینکه، یعنی در واقع برای اینکه منظورم برای اینکه مرغ یه پا داره. برای اینکه از واقعیت دور موندی. برای اینکه همیشه کاراتو گردن این و اون میندازی. ببین رابین، اگه اینطوری پیش بری دیگه هیچ کس حوصله‌تو نداره، تنها میمونی رابین. مثل که حق با توه. دیدی من درست گفتم؟ نه درست گفتی. آره درست. خیلی خوب، پس برو ماشینو بده تعمیرگاه. تعمیرگاه که الان بسته است. پس برو نون بخر رابین. ماریا نون و این ساعت اصلا نون خوب پخت نمیکنه. پس با صابخونه صحبت کن. من میگم صابخونه خوابه میگه. وای رابین. رابین که خوابه. آفرین رابین. فقط بگو پیاز داریم یا نه؟ آره داریم. پیاز داریم گفتی؟ پیاز بگیرم سریع من بیام. برمیگردم من. ماریان دیگه چیه؟ میدونی برای چی زندم؟ نه، برای اینکه میخوام با تو زندگی کنم. خوشت اومد. ماریان تو مثل که عصبی. من برمیگردم صحبت میکنم. برو. پدر کجا؟ رفتی قدم بزنه. مینا؟ بله. تو چقدر برای پدرت احترام قائلی؟ خیلی زیاد. شما که بهتر میدونید. آره میدونم. تو میدونی وقتی که غرور یه مرد جریحه دار بشه چه وضعی پیش میاد؟ مادر جونم، من وضعیت پدر رو درک میکنم. میفهمم که توی چه شرایطی هستن. میدونم که کار من باعث به وجود اومدن این شرایط شده. خیلی هم دلم میخواد که باهاشون صحبت کنم، خیلی. اما نمیشه، یعنی الان نمیشه، چون حس میکنم که اون صراحت لازم بین هیچ کدوم از ما نیست، نه شما نه من نه پدر. چقدر خوبه که تو اینقدر فهمیده ای. اما مطمئن باشین همه چیز درست میشه. من خودم همه چیز رو روبراه میکنم. شما نگران نباشین. من مطمئنم که همه چیز درست میشه. من فقط نگرانیم از اینه که طرز کار با این دستگاه بلد نیستم. خب من بهتون یاد میدم. پس زنده باد سرتون. اینا همش نظریه است. هنوز هیچ کسی نتونسته دقیقا بگه علت اصلی سرطان چیه. نه خیلی خانم، من منظورم برج سرطانه که ماه تولد پدرته، نه مرض سرطان. راست میگینا. من همیشه راست میگم. پس زنده باد شما و زنده باد سرطان. Thank you.
شما موفق نشدی با دوز کلک جلوی قصه گفتن این شهرزاده بگیرید. به نظر من یه پیشنهادی دارم. بگو. خیلی مستقیم و منطقی ازش بخوای که دیگه برای شما قصه نگه. این را خیلی خوبه قربان. آره خیلی خوبه. آره خیلی خیلی خوبه قربان. قربان قربان. بله. من یه پیشنهاد دارم. خب بگو تو. قربان. شما نتونستین با دوز به نن شهرزاد بگین که قصه نگه. آره. من پیشنهاد میکنم که شما خیلی مستقیم و منطقی بهش بگین که دیگه قصه نگه. این راه حل خیلی خوبه. این یکی خیلی خوبه. قربان اینو من گفتم به شما. همین الان دارم بهش توضیح میدم. بست بینید. همین الان گفت خیلی خوبه. بست بینید. یمین باشه قربان چون شما خواستین. باشی تو اول گفتی. آفرین به من گفت. آفرین به من گفت. خیلی خوب. خیلی خوب. خب پس خوب شد. بهش منطقی و مستقیم میگیم بابا جون قصه نگو. بله قربان. اصلا ما خورد میشه. قصه نگو. بله قربان. همین درسته. خیلی خوب. بس زیاد نمیخوام. بگویید بیاید. سلام دیگه قصه نگین مستقیم. آفرین قربان. علیکی سلام. برای چی؟ چون شما بازنشست شدید. وا مگه من استخدام شده بودم که حالا بازنشست بشم؟ استخدام و این چیزا رو من نمیدونم. من میگم شما بازنشست شدید. قربان اینقدر حاشیه نرین. مستقیم با منطق قربان. بله قربان با منطق. ببینید ما حرفمون منطقیه. ما میگیم که شما دیگه نباید قصه بگین چون هم گوش ما درد میگیره هم سر ما درد میگیره. حرفمون هم خیلی منطقیه. پس اصل قضیه اینه. خب این که عصبانی شدن نداره. شما یه چیزی گفتیم منم شنیدم. اما من اما بی اما. اوه آفرین قربان. خیلی خوب بود. منطقم بود. اما بی اما. اما بی اما. اما بی اما. اما بی اما دیگه حرف منطقی نیست. حرف زوره. اگه به زوره بله به زوره. بله به زوره. اوه بله به زوره. نه یا با منطق و مستقیم قربان. اما بی اما رو بگم. نه نه با منطقی. با منطق. حرف ما زور نیست. منطقیه. ما طرفدار منطق هستیم. ما طرفدار منطق هستیم. خیلی خوب گفتگو میکنی. گفتگو کنی. اولا که شما هنوز خیلی جوانید. آنچرا که من در خشت خام میبینم شما در آینه هم نمیتوانید ببینید. ما کجا جوان هستیم؟ من که لاغر هم سن سال شما هستم خانم. حرف نباشد. شما هنوز خامید. ثانیاً من هر روز به اینجا میایم و برای شما قصه میگویم. چرا من این کار رو میکنم؟ شما که به من حقوق هم نمیدهید. راست میگی یا؟ خب بس واسه چی میای آخه؟ معلوم است برای شما. میبینید؟ میبینید من چقدر صادق هستم؟ من برای شما میایم نه برای خودم. بله بله. اما همین صداقت شماست که داره ما رو آزار میده. شما چهار تا پاتونو کردین تو یک کفش. به زور میخوایم برای ما قصه بگین. چهار تا پامو؟ یعنی چی؟ یعنی من چهار پا؟ بله نه یعنی چهار پا به من میگه چهار پا؟ نه این ضرب المثله. بله کی اینو گفته؟ ناهید. ناهید دیگه کیه؟ اون ناهید خانم همون گین. نه شهرزاد بشکنه این دست. لال بشه این زبون. یا هم نیجا قصه گفتم حالا به من میگه چهار پا. بابا من غلط کردم. اصلا چهار پا خودم هستم. نه شهرزاد اینقدر گریه نکنین. دلمون ریش ریش شد. اصلا چهار پا یمینه. بله یسار. بله قربان. بله نگهبان. اصلا ما همه چهار پایان شما هستیم. آره از دستی گوشخاران. ای بابا اصلا شما هر چقدر دلت بخواد قصه بگو. قصه؟ این شد یک چیزی. بفرما اینم از مستقیم صحبت کردن و منطقی صحبت کردن. قصه ای از هزار و یک شب. بابا تو هم وقت گیر آوردی. پدر نخوابیدین؟
خوابم نبرد. تو چرا بیداری؟ منم خوابم نبرد. حتما حکمتش این بوده که من بیدار بمونم تو هم خوابت نبره که پاشی بیای پیش من. شاید. چند وقته که میخوام با اتون حرف بزنم. اما نمیشه. یه جوری نمیشه. بچه که بودم هر وقت که تب می کردم و کابوس می دیدم یا دلم می گرفت یا از یه چیزی اذیت می شدم، شما رو که می دیدم آروم می شدم. امشب یعنی فردا تولد شماست. خیلی دلم می خواست که شما نوشتم برای تولدتون. اونجایی که تو اومده بودی اونجا اتاق رئیس بود دیگه. نه اتاق رئیس، دستشویی میخوای برین بغل. هاشین بشین این سر جات. نه جات اونجاست. اونجا وسط. اونجا خیلی خوب شروع میکنیم. خب بچه ها بحث امر بچه نیستیم که. خیلی خوب دوستان خوبه؟ ببین داری باز خودمونی میشی. خودمونی نشو آقایان. خوبه؟ خوبه. خیلی خوب. خوبه آقایان. آره بگو. خیلی خوب آقایان، بحث امروز در مورد صرفه‌جویه. کی میخواد صحبت کنه؟ من. خب بگو. من یه بار به زنم گفتم که باید صرفه‌جویی کنه. خب اون چی گفت؟ چی کار داری چی گفت؟ نه؟ آره در مورد صرفه‌جویی میگه به زنم گفتم. خب زنش چی گفته؟ اون آخه تو خونه نبود. پس اینو رو چه حسابی گفتی؟ تمرین میکردم که وقتی اومد خونه بهش بگم. خب بهش گفتی؟ نه. چرا؟ ای بابا دو کیزن یه چیز گفت دو ست پیله کردی از سمال خون میکنه. اصلا تو چی کار داری؟ بلش کن. چی کار داری؟ این داره از من سوال میکنه. بگوز. بله.
حرفتو بزن. خب پس بهش نگفتی نه؟ نه چون هیچ وقت دیگه خونه نیومد. کجا بود؟ خونه پدرش. پس رفتارت غیر منطقی بوده که رفته خونه پدرش. رفتار آدمی مثل قواعد ریاضیه که همه چی با سر جاش باشه. موقع ضرب نمیشه تفریق کرد. من فقط حرف حساب بهش زدم، فقط بهش گفتم که باید صرف جویی کنی. میفهمی؟ باید صرف جویی کنی. در چی صرف جویی کنه؟ عمر آدم کوتاهه، باید در عمر صرف جویی کرد. من هیچ وقت نمیذاشم بخوابه. چرا؟ چون میخواستم عمرش تلف نشه. خودت هم صرف جویی میکردی؟ اصلا عمر من هیچ مهم نیست، عمر اون مهم بود. تو خودت میخوابیدی نمیذاشتی اون بخوابه. قبول داری که اشتباه میکردی؟ نه. قبول نداری اشتباه میکردی؟ قبول نداری که کار خیر منطقی بوده؟ گفتم نه! ولش کن! ولش کن! دیواره! خون! ولش کن! نگاه چی کارش کردی؟ خب در مورد صرف جویی داره صحبت میکنه. خب بیا این در، بیا 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 من این چیز بهت بگم. بیا گوش کن. این خولا میزنه داغونت میکنه، از اون بدتره. درش کاغذ نمشت. اومدی را جمع باشی تنینه زدم. اینا کدوم احمقی نوشته؟ من بی خود کردی رو نوشتی. برای چی رو نوشتی؟ این چیه؟ نامی از کیه؟ مینا نوشته. به چه مناسبت؟ تولد من. بخونش. پدر عزیزم، آقای منوچهر صالحی دوست داشتنی، تولدت مبارک. با احترام، این جانب مینا صالحی، فرزند منوچهر و ناهید، به اطلاع میرساند که امروز، فردا و تا روزی که زنده ام شما را پدر و بزرگ خیش می دانم. این جانب مینا صالحی فرزند منوچهر و ناهید به اطلاع می رساند که هر فرزند به خانوادهش به خاطر آنچه که هست همیشه مدیون است. این را می دانم، باور دارم و به آن احترام می‌گذارم. این جانب مینا صالحی فرزند منوچهر و ناهید به اطلاع می‌رساند که برای این جانب شما تکیه گاهید و پشت و پناه، و هیچ چیز در دنیا برای من جای شما را نمی گیرد. این جانب مینا صالحی فرزند منوچهر و ناهید به اطلاع می رساند که نه کار، نه پول، نه جاه، هیچ یک نمی تواند مرا از عشق عمیقم به شما جدا کند. این جانب مینا صالحی
فرزند منوچهر و ناهید به اطلاع میرساند که 100,000 تا از اینها فدای یک تار موی شما، فدای یک لحظه که دلتان بگیرد، فدای یک اخم که بر ابرویتان بنشیند، فدای یک تبسم کوچکتان. اگر شما بخواهید، شما میمیرم، چه برسد که سر کار نروم. دختر کوچکتان مینا صالحی، فرزند منوچهر و ناهید. آدم باورش نمیشه که بچه ها به این سودی بزرگ میشن. منوچهر، ما باید خودمونو برای یه دوره جدید آماده کنیم. تولدت مبارک. خیلی تولدتون مبارک آقای خوابالوده. خیلی ممنون. امروز اولین صبحونه ای رو که با این دستگاه درست میکنم جناب عالی میل میفرمایید. منم امروز اولین تلفنمو، البته بعد از صبحونه شما، با این به آقا بیوک میزنم. ببینم منوچهر، امروز نظرت راجع به بچه ها چیه؟ فوق‌العاده‌ن. درست عین مادرشون. آره، همتون از یه جنسی. تو شیشه ای، اونا هم خورده شیشه. هنوز بیدار نشده؟ نمیدونم. صبح خیر. صبح خیر. داری میری سر کار؟ با اجازه بزرگترا. خب میگم یه وقتی هم باید به پدرت اختصاص بدی. همه یه وقت هم مال پدرمه. خب پس باید یه قراری بذاریم که یه صحبت حسابی با هم بکنیم. در چه موردی؟ من یه کار جدید میخوام شروع کنم، میخواستم با تو صلاح مشورت کنم. جدی میگیم پدر؟ معلوم که جدی میگم. وای، من در بس در خدمت شما.